سلام عرض کنم خدمت همه دوستان گرامی به تویچ استپ چهارم من خیلی 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 خوش اومدین. توی این تویچ من میخوام براتون از سس و CSS صحبت کنم، تفاوتاشو با همدیگه بگم، تفاوتاشو با CSS بگم. خب بریم شروع کنیم. اول ببینیم که سس و CSS چه فرق با CSS دارن. سس یک پرپروسسور هست، یک پیش پردازنده است. یعنی سس اول باید بیاد تبدیل به کد CSS بشه، بعد توسط HTML و اول بقیه چیز قابل استفاده باشه. خب سس و CSS خیلی قوی ترن، زیباترن، استیبل تر هستن نسبت به CSS و یک سری قابلیت ها دارن مثل میکسین ها، وریبل ها، نستینگ، لوپ ها که راجع به همین توضیح خواهیم داد و توابع که من حالا کالر فانکشن رو اینجا نوشتم و یک سری توابع دیگه که همش رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. خب ببینیم که سس با CSS چه فرقی داره. خب سس مخفف سینتکتالی آسم ستایل شیت هست و CSS مخفف سسی CSS هست. خب از اینجا میشه فهمید که CSS باید به زبان CSS نزدیکتر باشه نسبت به سس، که خب همینطور هم هست، در ادامه توضیح خواهیم داد. سس و CSS در کل برای این ساخته شدن که زمان ما رو به مقدار قابل توجهی کم کنن توی نوشتن کد و بر این اصل ساخته شدن، اصل dry don't repeat yourself، که نیاز نباشه ما کد رو بارها و بارها تکرار کنیم. خب من یک تفاوت های اساسیشون رو اینجا آوردم براتون لیست کردم. مهمترین این تفاوت ها احتمالا سینتکسش باشه که خب سس با استفاده از لاین بریک ها بلوکاش از هم دیگه جدا میشه، ولی CSS همونطوری گفتیم به زمان CSS نزدیکتره، از سمیکالون و براکت ها استفاده میکنه. چیزی که من اینجا توضیح میدم کداشو و کدهایی که بهتون نشون میدم همه گی با زمان CSS هستن نه سس، ولی خب من سس میگم چون خب با هم دیگه. و بقیه تفاوتاش که خب میتونین اینجا بخونین، مثلا انجمن سس خیلی وسیعه ولی CSS جامعه محدودی رو داره و غیره. خب اولین مبحثی که میخوام براتون توضیح بدم مبحث وریبل ها یا همون متغیر ها هستن. امیدوارم که صدا و تصویر من خوب باشه چون فعلا که چیزی نیومده، مشکلی نبوده. عرضم به حضورتون که وریبل ها چجوری تعریف میشن و چه دردی میخورن. مثلا اگه من بخوام یک رنگ رو بارها توی کد استفاده کنم، میتونم از وریبل ها استفاده کنم و فقط اون وریبل رو فراخوانی کنم و از اون استفاده کنم. و خب طبیعتا اگه بخوام اون رنگ رو در طول داکیومنت تغییر بدم، اگر مثلا 10 بار اون رنگ رو فراخوانی کرده باشم، 10 بار نیازی که من اون رو عوض کنم. ولی خب وریبل ها فقط با یک بار عوض کردنش اون 10 بار دیگه خودش تغییر میکنه. خب من اینجا اومدم یک مثالی رو زدم، تگ بادی رو دقیقا مثل CSS نمیدیم، تگ بادی رو بهش اومدم یه فونت 100% از متغیر استفاده کردم، 100% فونت استک. چیزی که داخل CSS من نمایش داده میشه فونت 100% و اسم اون فونت هست. و اومدم یه پرایمری کالر رو تعریف کردم، بهش رنگ 333 رو دادم که میبینین اینجا کالرز و پرایمری کالر رو به من چی تحویل داده. خب من تو کدای خودم یه مثال واسهتون بزنم. خب اینجا من یک وریبل دات سی اس اس دارم، دات اس سی اس اس دارم که میبینید توش دوتا وریبل رو تعریف کردم. یه وریبل به این صورت 100 که بهش مقدار 100% رو دارم و یه وریبل درم که مقدار 1 رم رو بهش دارم. خیلی خیلی اخیراً داره توصیه میشه که از رم استفاده کنید به جای پیکسل. خب بیاییم ببینیم که کجا من اومدم از این استفاده کردم. اصلا ببینید اینجا اومدم گفتم درم بلا 275 رو داخل سایز قرار دادم و از سایز استفاده کردم. یا اینجا میبینید که ویت رو از متغیر 100 استفاده کردم که ویتش رو 100% به من میده. اگه من همین رو بخوام بیام داخل CSS ببینم که چه چیزی به من داده، اپر هیستوری، خب میبینیم که ویت 100% به من داده، هایت هم داده 2.5 ریم که 2.5 زب داره اون 1 رم من شده. خب این از بحث متغیرها. چیزی که بعد میخوایم راجع بهش صحبت کنیم میکسین ها هستن. میکسین ها در واقع توی جاوا اسکریپت شبیه توابع توی جاوا اسکریپت هستن، به صورت ادساین میکسین تعریف میشن، یک اسم میگیرن و بعد داخل پرانتز میتونن یک یا چند متغیر رو بگیرن و یا حتی مقدار پیش فرض داشته باشن یا حتی نداشته باشن این پرانتز جلو رو.
داخل این میکسین ها ما میتونیم چندین استایل رو تعریف کنیم و بعد بارها و بارها خیلی ازش استفاده کنیم و بارها ازش استفاده کنیم. مصاحبه میکنم. خب ما اینجا یک کلاسی رو تعریف کردیم، کلاس باکس، که بهش گفتیم ادساین اینکلود border radius 10 پیکسل. خب با ادساین اینکلود اومدیم میکسین رو فراخوانی کردیم و بهش مقدار 10 پیکسل رو برگردیم. طبیعتا میاد 10 پیکسل جایگزین ریدیوس میشه و چیزی که داخل سی اس اس ما تحویل داده میشه اینه. من یک مثال بهتون نشون بدم داخل کد های خودم. خب من اینجا یه میکسین خیلی خیلی ساده دارم، میکسین پوینتینگ، که میبینین جلوش هم هیچ پرانتزی نذاشتم چون هیچ ورودی خروجی نداره. بهش کرسر پوینتر رو دادم و یک کالر آر جی بی دادم که با آلفای 14. این یک خودش یک تابع است که بعدا راجع بهش صحبت خواهیم کرد. حالا بخوام یه میکسین خیلی خیلی بزرگتر رو نشونتون بدم، میکسینی است که من برای تمبلم نوشتم. خب من میکسین رو تعریف کردم تمبل و بهش 10 متغیر دادم با مقدار، با 10 مقدار پیش‌فرض. طبیعتا اگه من بیام این میکسین رو فراخوانی کنم بدون اینکه هیچ متغیری بهش برگردونم میشه این تمبل و بدون هیچ متغیر میاد از چیزهای پیش‌فرضی که اینجا دادم استفاده میکنه. اما چرا من این رو، این در واقع میکسین رو تعریف کردم؟ خب توی بخش تمبل که وارد بشیم میبینیم که خب این ماشین سا من کاملا تمبله و یک سری چیزها داره تغییر میکنه، مثل بک‌گراند کالرها، مثل هاورها، مثل کالرها. الان اگه داخل دارک وارد شیم این کالرها سفید شدن. خب لازم نیستش که کل استایل من تغییر کنه و فقط یک سری بک‌گراند کالرها دارن تغییر میکنن. من اومدم اون چیزهایی رو که تغییر میکنن رو داخل این میکسینم تعریف کردم. مثلا کلاس سمیه من بک‌گراند کالرش داره تغییر میکنه، مین من داره بک‌گراند کالرش تغییر میکنه. حالا بیم وارد HTML هم شم. من توی HTML هم به بادی کلاس دادم، کلاس دیفالت، و داخل جاواسکریپت برای این بخش، برای این بخش دکمه ها به هر کدوم در واقع یک اسمی رو دادم. خب اینجا میبینیم که document.body.className من میشه همون X که این X رو میاد اینجا برمیگردونه. حالا X چیه؟ من توی این دکمه ها بهشون مقدار دادم، مثلا گفتم چنجنم گرین باشه این دکمه من، این دکمه من مثلا چنجنمش گرینه، این دکمه من چنجنمش بلوه. میاد کلاس بلو رو پس میده به در واقع بادی من. و خب من اومدم یک بار این تمبل رو به صورت پیش‌فرضش که همون دیفالت هست چیز کردم، فراخوانی کردم. دفعه بعد اومدم دوباره اینکلود کردم میکسینم رو و این بار بهش کتای و این بار بهش مقدار دادم به متغیرهاش. اومدم گرین رو دادم و بعد رنگ هایی که برای گرین لازمه. دفعه بعد اینکلود کردم آبی رو دادم و در آخر هم که دارک رو دادم. چیزی که داخل سی اس اس به من تحویل داده چنین چیزیه. میبینین دیفالت ستاره، بعد این کلاس هایی که برای دیفالت داده زمانی که بادی من کلاسش دیفالته، کلاس هایی که برای گرین به من داده، کلاس های بلو و در نهایت هم کلاس های دارک. پس چهار بار اینکلود کردن من داخل CSS به من چنین چیزی رو داخل CSS تحویل داده و هر بار که این کلاسش داره تغییر میکنه داره از همون دسته استایل استفاده میکنه. خب این برای بخش میکسین هامون. بریم با یه قابلیت دیگه آشنا شیم. قابلیت دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم پارشیالز هست. خب یه دکته ای که اینجا من باید بهتون بگم، اگه دقت کنین کنار فایل های CSS من یک underscore هست به جز فایل اصلی. من اومدم فایل هایی رو که اینجا اینکلودشون کردم و ببخشید اینجا رو یوزشون کردم به صورت underscore، فکر میکنم که به صورت underscore تعریف کردم. چرا؟ چون بعد از ایمپورت کل کدهای ایمپورت شده رو دوباره تبدیل به CSS میکنه اگر اون underscore نباشه، زمان بارگیری صفحه خیلی خیلی بیشتر میشه. در غیر این صورت اگه من با underscore اینا رو چیز بکنم تعریف کنم دیگه اصطلاحا ترانسپایل نمیشه و زمان بارگیری صفحه خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه. خب پس از ادساین یوز میتونم استفاده کنم و از ادساین ایمپورت که من اینجا اومدم از یوز استفاده کردم. چه فرقی با هم دیگه دارن؟ یه سری فرقهایی دارن، مثل فرق این که مثلا کلا ایمپورت که داره تو اکتبر 2022 که فکر میکنم یک ماه دیگه میشه از بین میره کلا، یعنی منقضی میشه از بین میره. اصلا میکنم
از بین میره و مثلا وریبل هایی که با آندرسکور یا هایفن اولشون شروع شده باشن به صورت پرایوت در میان و استفاده نمیشن وقتی از یوز استفاده میکنیم و یک سری فرق های دیگه که در کل یوز بهتره. یوز فقط هم ایمپورت وانس هست، یعنی یک بار فقط استفاده میشه هر چند بار که اسمش اینجا بیاد. پس این خاصیت پارشیاله که سعی کنید، من اومدم مثلا اینجا وریبل ها و میکسین ها رو جدا کردم، سعی کنید این کار انجام بدین که کلتون هم خلوتتر شکل تر میشه هم خیلی سبکتر برای باگیری. خب چیز دیگه که میخوام راجعش صحبت کنم بحث نستینگ هست. خب توی CSS داشتیم اگر میخواستیم که به LI نف ها استایل بدیم نف LI مینوشتیم، اگر میخواستیم به UL نف استایل بدیم نف UL مینوشتیم، اما داخل CSS دیگه نیاز به این کار نیست. یک بار نف رو مینویسیم و بعد داخل براکت باز شده میتونیم یه براکت جدید باز کنیم با اسم اون چیزی که میخوایم بهش استایل بدیم. این خودش میاد نست میکنه، یعنی من اینجا اومدم گفتم نف UL و بعد پوینتر LI، خودش میاد به من نف UL و نف LI میده. من داخل کد خودم یه مثال بهتون نشون بدم، یک مثال هاوردار نشون بدم که هاور خیلی بس مهمیه. مثلا اینجا مموری، خب من اومدم به کلاس مموریم دوتا استایل رو دادم و بعد اومدم گفتم ادساین دو نقطه هاور. خب میدونین که هاور باید بچسبه به والدش، والدش اینجا کیه؟ دات مموری. من اومدم با استفاده از این اند، اشتباهی فکر گفتم ادساین اند هست، با استفاده از این اند به والد این اشاره کردم که بعد تونستم دو نقطه رو بهش بچسبونم و استفاده کنم. خب اینکلود کردم میکسینم رو، بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته وقتی که این کار میکنیم و اند هاور میذاریم. خب مموریمو ببینم. خب میبینیم که این مموری من یک سری استایل رو داده و اند هاوری که گذاشتم براش چنین چیزی رو توی CSS به من تحویل داده، دات مموری هاور. خب این از بخش نستینگمون. چیز دیگه که میخوام راجعش صحبت کنم بیلت این فانکشن ها هستن، اصطلاحا فانکشن های خود سس. خب کالر فانکشن ها رو داریم، مثل میکس که میاد دوتا رنگ رو میگیره و یه مقداری رو میگیره که این مقدار هر چقدر بیشتر باشه از رنگ دوم بیشتر داخل رنگ اول داریم و خب طبیعتاً اگه کمتر از 50 باشه این ویت از رنگ اول بیشتر توی رنگ دوم داریم. ادجاست هو که از اسمش معلوم میاد هو رو چیز میکنه، ببخشید هیو رو میاد تغییر میده. RGBA رو من یه مثالش دارم داخل کدم که بهتون نشون بدم، لایتن و دارکن هم که تاریک و روشن تر میکنم. خب من یه مثال از RGBA فکر میکنم قبلا هم بهتون نشون دادم، من دوباره بهتون نشون بدم. خب میبینیم ما اینجا نوشتیم کالر، بعد اومدم از فانکشن RGBA استفاده کردم، دو تا مقدار گرفته، یه مقدار کالر هست یه مقدار آلفا. قبلا برای نوشتن RGBA میومدیم بهش سه تا مقدار میدادیم که رنگ بود و بعد مقدار چهارم میشد آلفا. خب اینجوری خیلی کار راحت تره، به این صورت میایم بهش رنگ رو میدیم و بعد آلفا رو جداگانه بهش میدیم و دقیقا همون کاری رو میکنه که قبلا انجام میداد. خب بعد استرینگ فانکشن ها رو داریم، استیار لند، استیار سلایس، تو لوئر کیس، تو آپر کیس، اینا همه داخل جاوا اسکریپت هم بودن که این میاد لند رو برمیگردونه، این میاد از استرینگمون کم میکنه یا زیاد، آره دیگه از استرینگمون کم میکنه به تعدادی که میخوایم، استرینگمون رو لوئر کیس میکنه و آپر کیس میکنه. و بعد نومریک فانکشن ها رو داریم که مکس میاد از تعداد عددهایی که دادیم بیشترین رو انتخاب میکنه، مین میاد کمترین رو انتخاب میکنه، این میتونن درصد یا پیکسلی هم باشن، پرسنتج و نامبر هم، پرسنتج هم که میاد درصدی میکنه و رندوم هم که بین یک تا اون عددی که تعریف کردیم بهمون یه عدد رندوم رو میده. لوپس، حلقه ها داخل سس. خب حلقه ها دقیقا همون کاری که داخل جاوا اسکریپت میکنن رو داخل سس هم انجام میدن، یعنی میگیم for i from 1 through 3 از برای i های از 1 تا 3 بیا این کار رو انجام بده. ul enumin childش 3n به علاوه 1 میشه چی؟ میشه background color lightenش base color i زبدر 5، پس میشه 3n به علاوه 1 میشه 5%، lightenش 3n به علاوه 2 10% و 3n به علاوه 3 طبیعتاً 15%. من یه مثال از فور دارم که بهتون نشون میدم اول بگم چه کار میکردیم. اگه یادتون باشه وقتی میخواستیم این عددهای بالا رو بنویسیم،
ببخشید، وقتی میخواستیم باتن های بالا رو بچینیم نیاز بود که از اوردر استفاده کنیم. طبیعتا این میشد اوردر منفی 4، کاری که من توی استپ 2 انجام دادم. این میشد اوردر منفی 3، اوردر منفی 2 و اوردر منفی 1. من اومدم داخل HTML هم به هر کدوم از اینا یه کلاسی دادم. کلاس من کلاس x4، x3، x2 و x1. خب من یه حلقه فور اومدم اینجا نوشتم، پیداش کنم. برای آی های از 1 تا 4 بیا ایکس آی رو اوردر منفی آی قرار بده. پس ایکس ای که من اوردرش میشه منفی 1، ایکس 2 من منفی 2 و به همین صورت. چیزی که توی سی اس اس به من تحویل داده میبینین ایکس ای که من اوردرش شده منفی 1، ایکس 2 من اوردرش شده منفی 2 و به همین صورت. و خب من با دو خط کد اینجا اومدم 8 خط مثلا استایل رو درست کردم. و یک لوپ دیگه که داخل سس داریم ایچ میگن، که ایچ میاد اصطلاحا اینها آرایه هستن ولی خب شبیه آرایه نیستن، ولی خب متغیری هستن که چندین مقدار رو دارن. ایچ میاد به تعداد مقداری که به تعدادی که داخل اون آرایه ما هست، در واقع داخل اون متغیر ما هست، اصطلاحا ایتریت میکنه. خب داخل سایزز یک سایز رو ما اینجا با ایچ تعریف کردیم، مثلا آیکون 40 پیکسل، فونت سایزش میشه 40 پیکسل، هایتش میشه 40 پیکسل، ویتش 40 پیکسل و تا زمانی که به 80 پیکسل برسه و میچرخه توی اصطلاحا آرایه‌ام. ایف الس، خب ایف الس هم کارش دقیقا همون کاریه که داخل جاوا اسکریپت انجام داد. ما توی بحث، خب اینجا ما یک میکسین رو داریم، یه میکسین تراینگل رو داریم که سه تا مقدار رو گرفته، سایز، کالر و دایرکشن. با این دوتا که کار نداریم، دایرکشن برای ما مهمه. اومدیم پایین تر گفتیم اگر دایرکشن آپ بود این استایل رو بهش بده، اگر دایرکشن رایت بود الس ایف، اگر دایرکشن رایت بود این استایل رو بهش بده، و تا آخر که گفتیم الس اگر هیچ کنون از اینا نبود یه اروری رو ما برگردون. اتساین ارور میاد ارور رو داخل سی اس اس ما یادداشت میکنه. من یک مثال از این دارم بهتون الان نشون میدم. خب یه میکسین اینجا دارم سنترین که یک اکسپرشن رو گرفته و مقدارش رو من فلکس قرار دادم. گفتم این اکسپرشن اگر فلکس بود بیا این استایل ها رو برگردون، اگر اکسپرشن آپ داون بود این استایل ها رو برگردون، و اگر اکسپرشن لفت رایت بود این استایل ها رو برگردون، و در آخر یه ارور بده اگر اکسپرشن اشتباه صدا زده شده بود. خب من اومدم اینجا سنترینگ اگه اشتباه نکنم، آره ببینیم، بدون اینکه اصلا هیچ فراخوانی داشته باشم اینو اومدم فراخوانی کردم، بدون اینکه هیچ متغیر رو برگردونم اومدم فراخوانی کردم. و خب طبیعتا از این فلکس استفاده میکنه و این ایف این دیسپلی رو من برمیگردونم. خب بریم دات پیک رو ببینیم که به چه صورت هست. خب دات پیک میبینیم که دیسپلی فلکس جاستیفای کانتنت سنتر و الانیت سنتری که داخل اون ایف من بود رو برای من اینجا آورده و بقیه استایل های داخل ایف کاری نداشت. خب چقدر زمان داریم؟ حدودا 2 دقیقه زمان دارم. من بحث مپ ها رو هم بگم. خب مپ ها در واقع شبیه آبجکت ها توی جاوا اسکریپت هستن. من یک نمونه مپ بهتون نشون بدم، بعد راجع به این مپ ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب این رو ببینید، این یه متغیریه که اومده یک کی داره و یک ولیو. و خب میبینید من اومدم به کی اول اسمال رو دادم و اسمال ولیوی 500 پیکسل رو داره، کی دوم ولیوی دوم و به همین صورت. این یک مپ هست اصطلاحا. خب چیزهایی که داخل مپ ها استفاده میشه، مپ گت هست که میاد یک در واقع مپ رو میگیره، کی رو میگیره و ولیو رو برمیگردونه. مپ هست کی چک میکنه که اون کی داخل مپ وجود داره و ترو فالس برمیگردونه. مپ مرج دو تا مپ رو مرج میکنه، مپ ریموف پاک میکنه، مپ ولیوز کل ولیو ها رو نشون میده و مپ کیز هم کل کی ها رو نشون میده. من اومدم واسه مدیا کوریم چیکار کردم، اومدم یه ام کیو بریک پوینت رو گرفتم، مثلا اومدم اینجا انکلود کردم و بهش اسمال رو برگردوندم. خب اول گفتم MQ مدیا کوئری من only skin end باشه که خب این رو به حالت ثابت فرستاده. بعد گفتم اگر MQ بریک پوینت من large height بود که اینجا small، پس به این کار نداریم، میریم توی else. خب گفتیم map has key چک میکنه که این small من داخل این MQ بریک پوینت وجود داره یا نه. MQ بریک پوینت من همین بریک پوینت هست، small من داخل اینجا وجود داره یا نه. خب small طبیعتا وجود داره توی این کی ها. بعد میاد با استفاده از map get ولیوش رو میگیره که 500 پیکسل هست و
اینجا داخل ام کیو بریک پوینت من قرار میده. خب طبیعتا میاد در آخر ام کیو مدیا کوئری که من اینجا اونلی اسکرین اند قرارش دادم رو در کنار مین ویت من قرار میده که 500 پیکسل شده الان اینجا داخل مپ گت. اما نکته ای که اینجا هست، وقتی که میایم ادسای مدیا این رو بنویسیم نوشتیم کانتنت. این کانتنت چیه؟ زمانی که شما اینکلود میکنین، اگه یادتون باشه ما تا الان هرچی اینکلود میکردیم جلوش هیچ براکتی نداشتیم. اگر اینجا یک براکت تعریف کنیم و یک مقدارهایی رو داخلش قرار بدیم اصولا بی استفاده میشه. اما ما اومدیم اینجا گفتیم که اگر براکت داشت این کانتنت من، ببخشید، اگر براکت داشت این میکسین من، کانتنتش رو چیز بکن، حفظ بکن. پس میاد این کانتنتی رو که ما اینجا داخل اینکلود قرار دادیم رو حفظ میکنه و بعد داخل استایل های من نشون میده. خب زمان من هم تموم شد. CSS خیلی بحث گسترده یه، میتونید خیلی بیشتر راجبش مطالعه بکنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از استفن، از توییچ من خیلی خیلی خوش اومدیم و خیلی تشکر میکنم از دستیار منتورم نوید عزیز. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشین.